الله الرحمن الرحیم. صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. زن پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت. خب بنای ما این بود که در محضر شما حتی اکثر در 10 جلسه پیرامون حافظ صحبت کنیم، اما خدمت استاد عزیزم عرض کردم که اشتیاق و استقبال و علاقه شما عزیزان به حدی بود که ما را وادار کرد که چند جلسه هم در محضر حافظ باشیم. استاد، تازه من استاد پی بردم که راز این که در خانه های ما بعد از قرآن و نهج البلاغه و مفاتیح الجنان دیوان حافظ است، رازش چیه؟ علاقه وافری مردم به حافظ دارن، واقعا هم غزلیات حافظ دریچه هایی به قلب آدم به سوی مکمن غیب باز میکنه و یک تراوت و زیبایی به جان انسان ها میبخشه. این احساس عمومی رو همه دارن در این پیامک های عزیزان شما که معمولا بنده مطالعه میکنم کاملا احساس میشه. خب اگه اجازه بفرمایید همین مطلعی که خوندم رو صبح از ساقیا قدحی پر شراب کن شروع کنیم. بله، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. بسیار. این معنی صبح و معنی شراب، معنی خراب چیه؟ اینا رو انشالله بله تو این غزل بحث کنیم. خوب استاد، صبح از ساقیا قدحی پر شراب کن، این مراد از صبح چیه از دیگه حافظ؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از غزلیات ناب حافظ که همه غزلیاتش نابه، ولی این غزل هم یکی از نابترین هاست که فضای خیامی هم داره. غزلیات حافظ فضاهای مختلفی رو ترسیم میکنه در مقابل چشم آدم، و حافظ یعنی همه فرهنگ گذشته ما، و حتی این فرهنگ نه تنها فرهنگ اسلامی رو در بر داره، حتی میره تا ما قبل تاریخ. از وقتی که ایران تاریخ داشته، فرهنگ ایرانی و اوجش فرهنگ اسلامی در شعر حافظ منعکسه در نهایت زیبایی. و این اهمیت کلام اینه که در نهایت عمق و جرفا و ملاحت و ملاحت و در نهایت زیبایی، هم از نظر لفظ هم از نظر محتوا. و گاهی مثلا حماسیه، با اینکه غزل اصلا با حماسه خیلی فرق داره، حماسه فضای جنگی است و غزل ناب و ظریف و دلپسنده، ولی گاهی در غزل حافظ جنبه حماسه وجود، حماسه فردوسی گویا تو غزل تجسم پیدا کرده، گاهی فضای خیامی در یک غزل تجسم پیدا کرده و فضاهای دیگر. این هنر خداداد حافظه، واقعا این لسان الغیب که گفتن حافظ رو بی خودی نگفتن. آدم گاهی فکر میکنه که این هنر اونقدر والاست که یک جنبه غیبی داره، یک جنبه الهی داره، یه موهبت الهی است که به حافظ داده شده، عطا شده. به هر صورت همینطور که عرض کردم، این غزل که شما قرائت کردید مطلعشو، یکی از غزلیات نابه که هم جنبه زمینی داره هم جنبه آسمانی، هم جنبه حماسی داره هم جنبه خیامی. با این شعری که شما خوندین آغاز میشه: صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن. شراب صبحگاهی، اونو که اهل شراب بودن مثل که یه وعده‌ای در صبح شراب میخوردن، این ظاهر کلمه است. البته از اول دیوان حافظ تا آخر صحبت از می و معشوق و شرابه، ولی اینقدر مطالب بلند عالی است که اینو نمیشه در شراب انگوری خلاصه کرد. شراب انگوری این هنر رو نداره، این چیزایی که حافظ میخواد تو شراب انگوری نیست. از ساقی میخواد، ساقی کی؟ اولا در خود ساقی رو اول بپرسید تا برسیم به شراب. ساقی رو صحبت کردیم. بله، ساقی رو صحبت کردیم. ساقی که سقایت میکنه و رفع خماری جهل و نادانی از انسان میکنه، جهل و نادانی و خرفتی و عقب ماندگی و غفلت. و ساقی کسی است که با
نوشاندن می معرفت این بیماری ها رو از انسان می زداید. اینجا مخاطب حافظ ساقی است، میگه صبح اون شراب صبحگاهی که یه موقع معینی داره، میگه حواس جمع باشه صبحه، حالا دیگه شب گذشت. اما ضمن این که مرسوم میخواران است می صبحگاهی، این صبح یه معنی دیگه هم در شعر حافظ، در سخن حافظ داره، یعنی یک لحظه غفلت و ظلمت و تیرگی، تیرگی جهل و غفلت رفته، من یه لحظه هوشیارم، الان این فرصت باید غنیمت بدونم، چون غالبا انسان دچار غفلته، دچار ظلمت و تیرگی است و یه لحظه های یه نفحات وزیدن میشه از جانب حق تبارک و تعالی، نفخه الهی، و یه لحظه آدم بیدار میشه مثل که افق گشوده میشه. این گشودن افق معنویته، این تعبیر صبح اینه، یعنی افق معنویت بازه، صبح دمیده است، ساقی غفلت نکن. حالا چون این فرصت کمه، چه بسا این فرصت از دست بره، الان افق معنویت باز شده، درنگ مکن، لحظه درنگ نکن. چقدر هم کلمه درنگ اینجا در این غزل جا افتاده. حالا شرابم که میدی یه پیاله نده، این کمه، قدحی پر شراب کن، یه دفعه قدح رو پرش کن، یه پیاله و دو پیاله کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما، اینا کافی نیست، قدح بیار نه جام. صبح هست ساقیا، لحظه غنیمته، افق معنویت گشوده است، من یه لحظه از خواب غفلت بیدارم، الان هرچند بخورم سیر نمیشم، سیر نمیشم، این لحظه رو از دست بدم چه بسا دیگه لحظات بعدم از دست بدم. ببین هم فضای خیامی و بی‌اعتباری روزگار رو ترسیم میکنه و گذر زمان رو که درنگ نداره. صبح هست ساقیا، قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. ببین چقدر این درنگ نداشتن دور فلک و شتاب کردن ساقی و فرصت رو غنیمت دانستن، همه فضای خیامی هم هست، خیام هم منظورش همین بوده که این معرفت رو ما اینجا تکمیل کنیم، یعنی این فرصت معنویت که الان دست داده از دست ندیم که غفلت دوباره میاد جاش میشینه و خطرناکه. وقت به دور فلک اشاره میکنه، فضای زمان خیام، زمان حافظ هنوز به زمان صدر مطلحی نرسه بود که به حرکت جوهری تبدیل بشه، تا زمان خیام و زمان ابن سینا و قبل از ابن سینا جریان زمان رو، دوره زمانه، دوره زمانه، زمانه دوره است، میگرده مرتب، با ادوار فلکی باور داشتن، معتقد بودن که افلاک که گردش میکنه، فلک اول دوم، اون حرکت افلاک در ابن سینا مسئله مطرح شده، حرکت فلکی موجب گردش زمان است، اصلا زمان مقدار حرکت فلک دانسته میشد، اگه میگفتن زمان چیه، ابن سینا همینطور تعریف کرده که زمان مقدار حرکت فلکه، فلک دور میزنه و زمان ترسیم میشه و زمانم بیقراره، چون حرکت دوری فلک هم ناپایدار، یعنی فلک همیشه دور میزنه، آغاز و پایان هم نداره، و با دور فلکی زمان ترسیم میشه، زمانم در گذر مرتب. حالا این مسئله بعدها در زمان سرمطلحین صورت دیگری پیدا کرد و اصلا هیئت بطلمیوسی زیر سوال رفت و دیگه ما هیئت بطلمیوسی به صورت سابق نداریم، اصلا کهکشان ها و افلاک به صورت سابق دیگه نیست، و خوشبختانه مولا صدرا قبل از اینکه دوره جدید برسه پیشاهنگ این فکر بود و زمان رو مقدار حرکت فلک ندانست. مولا صدرا گفت زمان مقدار حرکت جوهره، جوهر چه، یعنی جوهر این عالم در حرکته، اصلا کار به فلک لازم، البته ارتباط داره همه چیز با همه چیز، یعنی کره زمین با کهکشان ارتباط داره، ولی این معلول حرکت فلک نیست، خود جوهر عالم به ذات متحرکه، جوهر عالم به ذات متحرکه، یعنی ماده متحرکه، یعنی جسم متحرکه، یعنی کوه متحرکه، همه چیز در حرکت و زمان مقدار حرکت فلکه. هنوز حرکت جوهری در فکر حافظ نبود، حافظ هنوز میگه دور فلک درنگ ندارد، یعنی این زمان ما هم که نتیجه دور فلکی است درنگ نداره، یک لحظه یک ثانیه رو شما نمیتونی استقرار ببخشی، آقای الهیار شما به یه ثانیه بگو یه قدر بمون، حالا نرو نگشت، یه ثانیه رو نگه دار، میشه نگهش داشت یا نه؟ نخیر. چه کسی میتونه یه ثانیه رو نگه داره؟ هیچ کس. درنگ یعنی توقف، در کار زمانه نیست. خب این زمان که با این شتاب داره میره، شما هم شتاب کن، ما باید در مقابل شتاب گذر زمان که با شتاب داره میگذره
از فرصت ها استفاده کنیم، ما با شتاب داشته باشیم، نه عجله. در مقابل شتاب گذر زمان ما با شتاب داشته باشیم، از فرصت ها استفاده کنیم. این صبح یه فرصتی است، یه افقی از معنویت به روی من باز شده، گشوده شده. اون جام معرفت رو که به یه قدح بده دیگه، جامم کافیه، یه قدح از معرفت به من بده تا من از این فرصت حد اکثر استفاده رو کرده باشم. خیلی تعبیر زیبایی بود این از صبح. بعد حضرت علامه طباطبایی شراب‌های قرآنی رو احصا می‌کنه، شراب کافوری، شراب زنجبیلی، شراب سلسبیلی، رحیق مختوم، شراب تنسیمی، شراب ختامه مسک. اما در تعریف ختامه مسک می‌گوید این یک شرابی است که نه هر چی ساقی بریزد تمام می‌شود و نه هر چه سالک بخورد سیر می‌شود. چقدر تعویضی. بله. و ختامه مسک و فیزاد که فلیتنافس المتنافسون. چقدر این تعبیر همین مفهوم صبحه. بله. به همین خاطر میگه، نمیگه صبح شد، میگه صبح هست ساقیا. بله. قدحی پر شراب. خب همین صبح اینجا گشوده شدن افق معنویت در جان سالک. بله، در جان سالک، یعنی لحظه پیش آمده که ما باید اینجا شتاب کنیم و این فرصت رو از دست ندیم. نفخات هست، وقتی میره دیگه بر نمیگرده. اون فلیتنافس المتنافسون هم اشاره به همین شتابه. تنافس، اصلا تنافس چیز خوب نیست، رقابت کردن هست، سبقت گرفتن بر دیگری. ولی در اینجا لازمه که شما این فرصت رو از دست ندی. و فیزالکه فلیتنافس، از دست دیگران هم برو باید. بله، فیزالکه فلیتنافس المتنافسون، یعنی خلاصه فرصت رو از دست ندی. اینه یشربو به المقربان. یه تعبیری هم در قرآن و در دعاهای ما هست، وقتی صبح میشه سبحان الله بالغدو والآصال، یا سبحان الله بالقدات والعشی، یا سبحان الله حین تصبحون و حین تمسون. این چرا در مقابل صبح شام را هم میاره؟ این خیلی باید خب من. برای اینکه هیچ صبحی بدون شام نیست و هیچ شامی بدون صبح نیست. اصلا چون افق همیشه گشوده. بله، همیشگی نیست، افق همیشه گشوده نیست. افق اصلا خاصیت افق اینه که گاهی گشوده است، گاهی گشوده نیست. عرض کنم که ببین خاصیت خورشید طلوع و غروبه، هم طلوع میکنه هم غروب میکنه، بنابراین هم رو صبح هست هم شام هست. صبح بی شام نیست و شام بی صبح نیست، هیچ سحری بدون صبح نیست. و انسان هم همیشه در یه حال نیست، همیشه در حال معنویت نیست. شیطان هم در انسان زندگی میکنه، فرشته هم در انسان زندگی میکنه. انسان سرشته است از ملک و شیطان، انسان سرشته است از نور و ظلمت، نترس و بگو. این نور و ظلمت ایران باستان هم همینه، انسان هم نورانی است هم ظلمانی، انسان هم رحمانی است هم شیطانی، هم صبحی، هم صبح داره هم شب داره، هم تاریکه هم روشنه، هم جسم هم روحه، هم ملک هم ملکوته، هم زمین هم آسمانه، هم ظاهره هم باطنه. این خاصیت انسانه، و الا انسان یه فیا فرشته بود یا دیو. انسان دیو محض نیست، حیوان محض نیست، فرشته محض هم نیست، ترکیبی است از این دوتا. بنابراین هر صبح شام داره و به همین جهت باید از این فرصت صبح استفاده کرد، که اگر از فرصت صبح استفاده نکنیم ممکنه همه چیز تبدیل به شام بشه و در تاریکی و ظلمت غفلت و طبیعت فرو بریم. بله، در درون طبیعت طلوعهایی هست، صبحهایی هست، فرصتهایی هست که این فرصت ها در اختیار ما قرار میگیره و ما باید هوشیارانه از این فرصت ها استفاده کنیم. محافظ هم اشاره به همین مطلب داره. این معناش هم قطع صبح ندانی گرفتار شب. شب در ظلمت، یعنی شب یعنی تاریکی. حالا تاریکی وقت تاریکی است که با این چشم ظاهری میبینی که شب چشم نمینه. جهل خودش تاریکیه. چه تاریکی از جهل تاریکتر؟ آدم جاهل در واقع چیز درک نمیکنه. درک نکردن یعنی ندیدن. وقتی چشم ظاهریش نمیبینه این یه ظلمت، وقتی چشم عقلش نمیبینه، یعنی عقلش تهنشین شده، یعنی در واقع جلو حجاب اومده جلو عقلش گرفته. وقتی عقلش کار نکنه و فعال نباشه، ادراک درست نداشته باشه، این ظلمت دیگه، ظلمت اندر ظلمت. و هر چی هم ببینه فایده نداره. وقتی عقلش فعال نباشه این چیزای ظاهری هم که میبینه اینا هم ظلمتی بیش نیست، وارونه میبینه عالم رو. فرمودید فضا خیامیه، در واقع
حکیم عمر خیام هم همچه تعبیری داره. یقینا از من رمقی به سعی ساقی مونده است، از صحبت خلق بی وفایی مونده است، از باده دوشین قدحی بیش نمون، از عمر ندانم که چه باقی مونده. بله، زیبا فرمود. یعنی همین فرصت رو استفاده کن. فرصت شناسی دینی و عرفانی چقدر ظریف استاد. شاید از این تمر و مر صحاب هم تندتر باشه. و یقیناً حافظ خیام رو خوب خونده بود و خیام به جان حافظ نشسته. همه گذشتگان در جان حافظ حضور دارن. هم فردوسی خونده بود، هم خیام خونده بود، هم سعدی خونده بود. شاعری نبوده که حافظ نخونده باشه و ورق پاره‌ای در کلام و فلسفه و علوم دینی نبوده، مگر اینکه حافظ اینا رو خونده بود و همینا در جان حافظ حضور داره. این میرسونی که ما قبل از وقت شناسی باید غنیمت شناس هم باشیم، بدانیم که وقت چه گوهریه. اقتنام فرصت اسمشه، بحسب روایات اقتنام فرصت. و این علامت هوشیاری انسانه. کسی که فرصت ها رو یکی پس از دیگری از دست بده، این غافله دیگه. این همون در ظلمت فرو رفته و فرو خواهد و بیشتر فرو خواهد رفت در چاه ویل. این دور فلک درنگ ندارد. و من خب بعضی تفاصیل رو نگاه میکنم، یه تعبیر خیلی زیبا بود. یعنی که اصلا دیگه قابل تجدید نیست. این فرصتی که از دست رفت مال زمان خودشه. همینه. ببین تازه بدنم تجدید میکنی بیات اون. بله، این بیشتر رو زمان تمرکز میکنه. آره. حافظ دور فلک مولد زمان، عرض کردم بنا به هیئت بطلمیوسی گذشتگان زمان رو مولود حرکت فلک میدونستند. اما بعد مولا صدر و مثلا یا در علم جدید مسئله گونه دیگر است. مولا صدر زمان مقدار حرکت جوهری این عالم میدونه. حالا همینطور که شما اشاره کردین، زمان یک لحظه که عبور کرد دیگه هیچ کس اونو نمیتونه برگردونه. کسی نمیتونه برگردونه یعنی چه؟ یعنی قابل برگشت نیست. یعنی اصلا امتناع عقلانی داره. برگشتن زمان به اصطلاح حکما میگن اعاده معدوم. اعاده معدوم یعنی چی؟ یعنی چیزی که معدوم شد دیگه نمیشه برگشت. اگر شما یک لحظه، یک ثانیه از زمان گذشته رو بخوای برگردانی، میدونی معنیش چیه؟ یعنی تمام ادوار فلکی از ازل تا ابد باید برگرده. و این اصلا امتناع عقلی داره. بنابراین یک لحظه وقتی گذشت دیگه بازگشت ندارد. یک بار اتفاق افتاد. ببینید این دوباره برمیگردیم به حرفی که بارها اینجا عرض کردیم خدمتتون. ببینید در تجلیات حق تکرار نیست. اگه زمانم حتما تجلی حقه. هم زمان و همون چیزی در زمان است، مافز زمان و زمان همه تجلیات حق. در تجلیات حق یک بار هم از ازل تا ابد تکرار نیست. احسن. ممکنه ما فکر کنیم اینا که تکرار تاریخ صحبت کنیم، اصلا تکرار تاریخ حرف غلطیه. احسن. تاریخ هیچ وقت تکرار نمیشه. این حرف غلطیست از نظر فکر فلسفی. بله مشابه میشه. مثلا شما ممکنه یه دوره رو با یه دوره گذشته تشبیه کنی، یه همانندی های فرض کن بین قرن مثلا فرض کن 14 هم و قرن 10 هم یا قرن 8 هم ممکنه وجود داشته باشه. این شباهت ها قابل انکار نیست، همیشه در ادوار تاریخی شباهت وجود داره. اما تکرار به معنی این که همون تاریخ همون لحظه برگرده، زمانش تکرار نه، مختصاتش تکرار. این مختصات شباهت ها ده. وقت تازه مختصاتش هم شباهت با اون داره. این عین اونی، هیچ عین گذشته نیست، هیچ عین گذشته نیست، فقط وجه شباهت هایی هست. ولی هیچ چیز در عالم اصلا تکرار یه امتناع عقلیه. هیچی تکرار نمیشه. بدون یه لحظه باشه. ببین شما این دستم که حرکت میدی، ممکن میگی من دستم یه تکرار متکرر حرکت من اینجوری. این حرکت دوم غیر حرکت اوله. شما شباهت میبینی. حرکت دوم با حرکت اول یکسان نیست. حداقل از نظر زمان. حداقلش اینه. ولی در خصوصیات از نظر نیرو هم همینطوره. حتی در فعل و انفعال بدنی شما هم همینطوره، در تصمیم شما هم همینطوره، هزاران چیز فرق داره. اما شما شباهت می‌بینید تکراری که مردم میگن تکرار تاریخ، شباهت رو میفهمند. تکرار امتناع عقلی داره. اصلا در وجود و در تجلیات حق تبارک و تعالی تکرار من الازل الی الابد محاله. احسن. بسیار خوب. زون پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. همین. حالا میشه معنی خراب. بله. خب حافظ به این که تکرار نیست در زمان خوب توجه داشته. حکیم بوده. میدونسته که تکرار نیست. و این گذر زمانم، این گذر زمان بالاخره یه پایانی داره. زمان همه چیزو فرسوده میکنه. زمان زمانه. اما زمان پاشو رو هرچی بگذره
این زمان از روی اجسام عبور میکنه. حالا اگر این تعبیر صحیح باشه، به یه معنی زمان داخل عالمه، داخل اجسامه، اصلا بعد چهارمه. شما سه تا بعد داری، طول و عرض و عمق، یه بعدش هم زمانی به نظر تحقیقی هیچ عیبی نداره. اما حالا در این حال ما فکر کنیم زمان داره عبور میکنه از روی اجسام. هر چیزی که پای زمان از روی عبور بگذره، یعنی زمان از روش عبور کنه، یا زمان در درونش باشه، به هر تعبیری که شما میخواید تعبیر کنه، عیبی نداره، فرسوده میکنه. خود زمان فرسوده نمیشه، توجه کن. زمان فرسودگی نداره، زمان همیشه زمانه. اما اشیایی که از درونشون یا از بیرونشون عبور میکنه، اشیا رو فرسوده میکنه. فرسوده میکنه یعنی پیر میکنه. یعنی یه چیزی یه سال، یه آدم یه سال عمر شه، دو سال عمر شه، یه وقت 90 سال 100 سال عمر شه، این 100 سال یعنی 100 سال زمان از روش عبور کرده، این فرسوده کرده سلول های اینا، وجودش رو کرده پیر میکنه عالم رو. و هر چیزی که زمان از روش عبور کنه پیر میشه، و هر چیزی که پیر بشه میمیره، و هر چیزی که میمیره فانی میشه. خوب توجه کن حافظ به چه مطلبی داره اشاره میکنه. چون میدونه چیزی که زمانیه پیر خواهد شد، و چیزی که پیر خواهد شد فرسوده خواهد شد، و چیزی که فرسوده میشه فانی خواهد شد. این فانی هم تبدیل میشه به یه چیز دیگه، حالا فنای محض که نیست، تبدیل میشه. بزن پیشتر که عالم فانی شود خراب، این عالم و این موجوداتی که در این عالم میبینی اینا فرسوده خواهند شد و خراب خواهند شد. اینا ابدی نیستن، دوام نیست در این عالم. خود زمان دائمه ولی همه چیزو بی دوام میکنه. تو باز دوباره فرصت رو میگه غنیمت بدون. این دو مرتبه همه اغتنام فرصت عرض کردم. فضای غزل فضای خیامیه، از فرصت استفاده کن و پیش از این که به مقام فنا و فرسودگی و نابودی برسی کار خودتو بکن. زن پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون. باده گلگون باده سرخه دیگه، گلگون این سرخ، شراب ناب یعنی شراب معرفت، شراب محبت قل و غش نداره، درد نداره، قاطی نداره، صافه. شراب ناب سرخ گلگونه و این شراب که حافظ میخواد شراب معرفته، گلگونه چون صافه. خراب کن. خراب کن یعنی چه؟ یعنی از همین فنای عالم خراب کن. یعنی عالم که فنا میشه، ما روتر از این که عالم فنا بشه خودمون رو خراب کردیم. خراب کردیم این جنبه دنیوی ما رو خراب کن. وقتی جنبه دنیوی ما خراب شد، جنبه اخروی و معنوی ما آباد میشه. خب استاد جذب فهمه دیمیان برنامه رو ببینیم. خدای دل بلور عشق چشمم را شکستی، چو اندوهی به قلب ما نشستی. نمیدونم چه کردی با دل ما، نمیدونم چه کردی با دل ما، رهی بکشودی یا رهی بکشودی یا صد راه بستی. شکستی ای فلک آینه ما، به غارت داده ای گنجینه ما. یاره
ستاده گرگه در چشم ملائک، چشم ملائک زنای هفت بنده سینه ما. زنای هفت بنده سینه ما. باغ شب گل مهتاب رویید، شکوفه با نسیم آرام رقصید. خب بسیار خوب استاد، زون پیشتر که باده، زون پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. یه تعبیری بعضی از مفسرین دارن، اما یه تعبیر زیبایی حضرت علامه دارد که راجب خراب، اگر اجازه فرمایید من توضیح بزرگوار عرض بکنم. میگه انسان دو نوع خرابی داریم، یه خرابی که دنیا ما را خراب میکنه، آرام آرام این جسم ما را به فنا میکشاند، یه خرابی که خدا میکنه. اون خرابی خدا این آبادی، خراب آباد از اینجاست، یعنی هم خراب میکنه هم آباد. لذا اون باده گلگون که انسان رو خراب بکنه در واقع عین آبادی انسانه. سازن کوره آهنگر رو میبیند آهنها رو میریزه، در واقع نمیخواد این آهن رو بکشه خرابش، میخواد یه چیز عالی تری رو وجود بیاره. ما را ز جام باده گلگون، همطوری فرمودی باده سرخ اگه انسان رو خراب کنه این عین آبادی. اینم یه تعبیر زیباست. به همون که عرض کردم حافظشون به مرور زمان توجه داره و میدونه هر چیز فرسوده میکنه، همین عرض کردم دیگه. که اون خرابی است که به حسب مرور زمان خراب میشه آدم، یعنی پیر میشه فرسوده میشه از بمیره. این همین عرض کردم که اون خرابی معمولی است که همه چیز خراب میشه. هر چیزی عرض کردم، هر چیزی که پای زمان از رو عبور میکنه، زمان پاشو میذاره عبور میکنه، اون خراب خواهد شد. این خرابی طبیعی همه چیز خراب، کوه هم خراب میشه، دریا خراب میشه، از این عالم فانی خواهد شد. یه خرابی که من خودم رو خراب میکنم برای آباد ساختن، که همون خراب آباته. این خراباتی خرابن در خراب است که عرفا میگن. اصلا چرا عرفا از خراباتی صحبت؟ شما اشعار شیخ محمود شبستری خراباتی خرابن در خراب، بله خرابات اصلا کجاست؟ کل تفسیر کرده شیخ محمود شبستری که خرابات اصلا کجاست. خرابات آشیان مرغ جان است، خرابات آشیان لامکان است. خرابات یعنی جایی که ما از این قیود، یعنی قیود رو شکستن خراباباته. یعنی کسی بتونه قیود دنیوی، این قیودی که مانند قل و زنجیر به گردن ما آویخته شده، ما 1000 قید بیمعنی برای خودمون درست کردیم، مقیدیم چنون لباس بپوشیم، چنون بشینیم، چنون حرف بزنیم، چنون راه بریم، خودمون رو دروغی یه جور جلوه بدیم که نیستیم. این همه قیوده دیگه، یکی دو تا سه تا ده تا قید نیست، تمام اینا مثل زنجیر، قل و زنجیر به گردن روح آدمی بسته شده. خراب یعنی شکستن این قل و زنجیرهای عادات، رسوم بیمعنی، عادات بیمعنی، عرض کنم که سود پرستی ها، هوا پرستی ها، اینا همه شکستن میخواد. کسی که بتونه اینا رو بشکنه، هوس‌های مرده رنگدار، تمنیات، آرزوهای بیجا، عادات بیجا، رسوم بیجا، اینجا خراب شده. اصلا خرابات یعنی جایی که شما، اینو ما در باب کلمه رند سابق برای شما عرض کردیم، من رندم همین معنی رو کردم که رند یعنی کسی که از قید تعلقات عبور کرده،
یعنی جز حق رو نمیبینه، از همه چی عبور کرد، این خرابه از غیر حق، اونجا خراباباته. و اصلا این آدم خراباتیه، کلمه خراباتی که عرفا میگن همینه. و اونم که شیخ شبستری به روشنی و وضوح گفته، خرابات آشیان لامکان است. بله، این بسیار زیبا فرموده و حافظم در اینجا به همین معنی اشاره داره که قبل از اینکه خراب دنیوی بشیم، یعنی فرسوده و پیر بشیم و نابود بشیم، ما خودمون رو خراب کنیم از عادات بد، از رسوم بیمعنی، از هوسها و هواها، و در این خرابی وقت آبادیست، آبادی معنوی. اونی که رو قاعده خراب میکنه در واقع این آبادیه. بله، اونی که خودش رسوم رو از خودش دور میکنه، یعنی رسوم بیمعنی، هوسها و آرزوهای بی ربط رو از خودش دور، یعنی میشکنه اینا رو، اینا شکستن میخوان، شکستن این خراب کردن. وقتی اینا رو شکستی آباد میشه، یعنی درون شما آباد میشه، یعنی درون شما آزاد میشه. ببین، ما روحمون گرفتار هوسهاست، نفس ناطقی آدمی گرفتار هزاران هوسه. این هوسها یک رنگ و دو رنگ و صد رنگ نیست. آدم گاهی فکر میکنه که هوسهاش خود میدونه، طبقه بندی میکنن که چند جور هوس، تا کردن علمای اخلاق که چند جور هوس داریم، چند جور غضب داریم، چند جور شهوت داریم، اینا رو طبقه بندی کردن. من دیگه حرف تازه میخوام بزنم، هوس های انسان در این طبقه بندی ها نمی گنجه، بیش از اینها هست. یعنی لایتناهی انسان هوس داره، هر هوسی رو سرکوب کنی یه هوس دیگه سر میزنه. یعنی مثل مار 700 سره، افعی 700 سر، یه سر و دو سر نداره انسان، هوس ها بی نهایته. و شکستن این هوس ها خیلی سخت کار آسانی نیست. خراباتی شدن یعنی کسی که بتونه اینا رو بشکنه و به راه معرفت گام برداره، اون وادی ایمن حق رو، وادی ایمن همونجاست، وادی ایمن اونجاست که شما از شر این وسوسه ها خراب بشه، اونجا ایمنی داری. مادامی که وسوسه ها در وجود شما زندن، ایمن نیستی. شبان وادی ایمن، اینم شعر حافظ بود. بله. گهی رسد به مراد که چند سال به جون خدمت شعیب کنه. یعنی مادامی که این وساوس رو از سر راهت برد نداری، به وادی ایمن نمیتونی برسی. اون وادی ایمن وقت همونجاست که خرابه، یعنی خراب تن و آباد روح. استاد اینجا ما را ز جام باده گلگون خراب کن، اینجا انسان همون شرابه، چون با توجه به مصرع اول، بیت اول، اینجا میخواد خراب جام عشق بشه. هر کسی با شراب خراب میشه، این یه آبادی داره. بیا ساقی بده امشب شرابم، خراباتی کن از تار ربابم. با آبادی نشد مقصود حاصل، خرابم کن، خرابم کن، خرابم. این خراب شدن در واقع شراب، از شراب عشق خراب شدنه. بله. که انسان ها با همطور فرمودین خیلی هم خراب آرزو هن، خراب مشتهیات نفس خیش هن، خراب مقام هن، خراب شراب شهرت هن. اینها واقعا همون فانی میشه انسان. اما همین دیگه عرض کردم، خراب شدن به این معنی که حافظ میگه و شما اشعارشو خوندی، با اشعار دیگر خوندی، یعنی خراب از تعلقات. این تعلقات رو خراب کن تا آباد بشی. مادامی که شما در قید تعلقات هستی، آباد معنوی نیستی، گرفتاری. یعنی زنجیرها رو بشکن. یعنی تعلقات رو خراب کن. قوی ترین حصار منیت ماست. منیت. خب تعلقات همون منیت دیگه، همون اگویزمه. اون تعلقاتی که هر کسی داره، و این عالم عالم تعلقاته، چاره جز این نیست. این عالم یعنی اصلا ما در این عالم اومدیم، در این تعلقات هستیم. این تعلقات رو خراب کردن با چی خراب میشه؟ با شراب معرفت، با معرفت خراب میشه. بدون معرفت محال شما بتونی از تعلقات خلاص بشی. مگر بدون معرفت از تعلقات نفسانی ممکنه خلاص شدن؟ نه، هرگز امکان پذیر نیست. بله، با معرفت میتونی امور مبتذر رو رها کنی. مادامی که معرفت قوی تر پیدا نکنی، معرفت معنوی، به این مبتذلات اصل برات، و مادامی که این اصل نمیتونی، چه وقت اینا خراب میشه و شکسته میشه و اهمیتشو از دست میده؟ برای اینکه یه معرفتی جاش بیاد بشینه. ببین، مادامی که یه وقت این مثال همینجا زدم، یه سیب گندیده به دستی بچه هست، اینه نمیشه از دستش گرفت، یه از این خوشش، یه سیب سرخ قشنگ لبنان به دستش بده، خود به خود اونو میندازه دور. یه معرفت ناب الهی وقتی آمد، معرفت زلال، یه منطق معنوی وقتی آمد، یه این تعلقات مادون و فرومایه و پس فرو میرزه. فرو ریختن یعنی خراب شدن، یعنی با جام معرفت این تعلقات خراب میشه.
چون بیت بعدی میخواد همینو، خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد. هم استعاره بسیار بلند و هم تشبیه. گر برگ عشق می طلبی ترک خواب. دقیقاً اینجا ظرافت هایی در این بیت حافظ هست که سهمناکی اصلا برشمردنش. هم همین که عرض کردم داره میگه که وقتی که معرفت آمد، که می معرفته، وقتی معرفت آمد دیگه همه چی خراب میشه. اما تعبیر رو ببین، اینو خب همینجور عادی هم میشه گفت، ولی حافظ چقدر ظرافت در بیان این مطلب به کار برد. اولا از مشرق ساغر طلوع میکنه. ساغر چیه؟ ساغر اون معرفت وقتی آمد یه حالت مستگونه ای با آدم میده که دیگه به چیز دیگه اعتنا نداره، چون حالت مست، مستی از همه چیز میگذره، آدم مست از همه چیز میگذره. اون معرفت اون چنان شما رو مست میکنه که این چیزای دیگه مادی به نظرت نمیاد. پس این از مشرق ساغر طلوع میکنه. ساغر یعنی اون جام می. از اون طرف مشرق، همیشه خورشید از مشرق طلوع میکنه. خورشید از مغرب که طلوع نمیکنه که، خورشید از مشرق طلوع میکنه. کلمه مشرق رو به کار برده. خب هم طلوع خورشید از مشرق، طلوع نور معنویت از مشرق، هم نور و روشنایی. میخواد بگه این می معرفت روشنه، یعنی اینقدر این می صافه که مثل طلوع خورشیده. ببین می صاف اینقدر صاف و زلاله که می درخشد مثل خورشید. این توصیف می هم هست، می که اینقدر صاف باشه که مثل آفتاب به درخشه، اون چه می میتونه باشه؟ می انگوری اینقدر صاف میتونه باشه؟ می که اینقدر صاف باشه که مثل خورشید می درخشد، تبدیل به نور بشه، این نوره، اون نور معرفته، اون همون می معرفته که اینقدر درخشانه. اینم یه مطلب که میخواد بگه این می خیلی درخشنده و خیلی زلاله که مثل آفتاب میدرخشه. به به چه می، مثل آفتاب میدرخشه. اینم یکی. و یه مسئله مهمتر، ببین با یک تیر چند نشان میزنه حافظ، و ضمناً بخواد به شرق اشاره کنه که این می معرفت در مشرق زمین بوده، در مغرب خبری نیست. توجه بفرمایید، قصة القربة الغربية سهروردی تو گویی حافظ خونده بوده، تو گویی هم نداره، حتما خونده بوده. یه رساله داره شیخ شهاب الدین سهروردی حکیم اشراقی رحمت الله علیه رحمتا واسع، که مقتول و شهید شد در راه معرفت، شهید شد در سن 38 سالگی، که انشاءالله شاید یه روزی هم به سهروردی برسیم اگر فراموش نکنیم. در اون رساله اسم کتاب داره نشون، اسم یه رساله کوچکیست، قصه القربت الغربیه. میخواد بگه در غرب قربته، وقتی قصه است قربت غرب، غرب و قربت، اصلا غرب از قربت میاد، قربت هم از غرب میاد. در غرب آدم غریبه و در شرق آدم غریب نیست. حالا این آیا مغرب جغرافیایی و شرق جغرافیایی رو میخواد بگه؟ چه بسا شما بگی نه، یا بعضی بگن نه، این شرق معنویته و غرب معنویت. غرب معنویت، غرب اونجاست که معنویت غروب میکنه، شرق اونجاست که معنویت طلوع میکنه. این عالم معنی رو میگه، ولی من میخوام بگم حتی جغرافیاییش هم درسته. این دیگه البته خود سهروردی نگفته جغرافیا رو میگم، گفته قصة القربة الغربية، و اونم یه چاهی تشبیه کرده و در غربت ظلمت غرب آدم فرو میره، اون قرب غرب معنویت رو گفته. اما من میخوام بگم که در غرب همیشه معنویت کم بوده، معنویت از شرق طلوع کرده اولین بار، وقتی که آیین مهر و آیین نور و اینا در ایران و در مشرق زمین و حتی در هند مطرح بوده، در غرب هیچ خبری نبوده. در حال غرب جغرافیایی رو منظورمه، خبری نبوده. بنابراین من این غرب رو هم غرب جغرافیایی معنی میکنم، هم غرب معنویت، هر دوش هم سازگاره. و حافظ اینجا میگه که وقتی میگه از مشرق ساغر طلوع کرد، اشاره به شرق جغرافیایی هم داره، میخواد بگه معرفت از شرق جغرافیایی بوده، ضمن اینکه شرق معنویت منظور اصلیشه، که میخواد بگه که این معنویت از ساغر معرفت طلوع میکنه و زلاله و مانند خورشید میدرخشد. چه تعبیر بسیار لطیفیه. البته خب سهروردی هم یادی از ایشون فرمودید که ایشون یه تعبیر لطیفی دیگه هم داره که میگوید همونطور که خورشید طلوع میکنه و خلعت زرین نور را بر تن دارد و مشعشع است، دل میبره و همه چشم ها در عالم آفرینش منتظر طلوع او هستند، همین غروب هم داره.
اما غروبش نیلگونه، سرخه، به می سرخی که نوشاندیم از صبح الست، خون دل کن که چکرد هر دم از این رخساره. میگه اون از رخساره خورشید اون خونی که از مشرق ازل سرکشیده طلوع میکنه. نبیه تعبیره این که شما فرمودین، ببین سهروردی چندی رساله داره که اینا غروب قربت به این مسائل عرفانی پرداخته، یکی همین قصه القربت الغربیه است که اینجا غرب و تاریکی میدونه، اما یه رساله ای داره به نام عقل سرخ، اون نیلگون که شما فرمودین در عقل سرخه. عقل سرخ که دیدم بعضی هم نفهمیده معنی کردن که حالا اسم نمیبرم، فکر کردن اصلا عقل اول و عقل ملکوت. نه، عقل سرخ همونی که نیلگونه، یعنی قربت اینجا. ببین عقل در این عالم سرخه، عقل در ملکوت سرخ نی، سفید و روشن و شفافه، ولی عقل من و شما، عقل آدمیان سرخه. میدونی چرا؟ برای اینکه عقل در وسط تاریکی باید عبور کنه، عقل ما باید از وسط هواها و هوسها و توهمات و تخیلات و احساسات ما عبور کنه. اون وقت یه مقداری با تاریکی آمیخته میشه، سرخ میشه، یعنی سفید با رنگی که آمیخته شد رنگ سرخ پیدا میکنه. عقل سرخ عقل آدمی است در این عالم. اون نیلگون که شما فرمودید در عقل سرخش منعکسه، بله. اما در قصه القربت الغربیه که حافظ هم اینجا به نظرم اشاره به همون داره، همون تیرگی قربت است که انسان اگر چنانچه از همون مشرق ساغر مدد نگیره و از می معرفت ننوشه، در قربت، در چاه قربت فرو خواهد رفت. اون تعبیر گوته هم اینجا آدم به یادش میاد که راجع به شهادت امام حسین میگه که غروب شهیدان هم نیلگونه، این تشبیهش به خورشید میکنه. خدایا تو به سال مردان دلداده در راحت را با غروب خورشید همگون ساختی، چرا هر دو نیلگونه. بله. تعبیر لطیفی. بله. خیلی بلنده این خورشید می ز مشرق ساخه. حالا ما فکر کردیم می همین شرابی که باید بخوریم مست بشیم، حالا می‌بینی پا رو فراتر از حتی اون شرابی که عرفا میگن گذاشته. بله، حافظ از نورانیتی، حافظ وقتی اصطلاحات میکنه از همین می شروع میکنه، اما این تعویل و بطن همینه. حافظ عارفه. ببین وقتی می میگه هر کسی هم می ظاهره میفهمه، ولی این می کجا و اونی که حافظ میطلبد، همه چیز همینطوره. از کلمات مصطلح عادی داره استفاده میکنه، چون از این کلماتو به کار نمیبرد که مردم نمیفهمند، ولی در اعماق میره، در حد می انگوری باقی نمیمونه، که به قول شما از عرفان بالاتر میره، از مشرق ساغر طلوع میکنه. میخواد بگه اگر چنون چه اون عقلی که توان با محبت از مشرق ساغر طلوع میکنه، نه عقل خشک. حتی عقل خشک از مشرق ساغر طلوع نمیکنه. عقل با اینکه نوره و طلوعه، باید از مشرق ساغر طلوع کنه، یعنی همراه محبت باشه. اون عقله که راه نماست و منجی و انسان رو مقصد میرسونه. خیلی حرفه. برگ عشق هم همینه. اگر برگ عشق میطلبی ترک خواب کن. عشق یعنی زندگی ابد. اگر عشق اینجا یعنی نه یعنی عیاشی، عشق یعنی زندگی. اگر زندگی جاودان میخواهی ترک خواب غفلت کن. خواب یعنی غفلت. اینجا نه اینکه خواب شب تو رخت. اینجا ما در خوابی، من ناس و نیام از آمان تون تبهو، مردم در خواب قفلت و خواب جهالت و خواب نادانی فرو رفتن. ترک خواب یعنی ترک جهل، ترک قفلت و ترک نادانی. اون وقت اون زندگی جاودان هست. حیات در تعقل و معرفت هست. معرفت جاودان هست. هیچ چی غیر معرفت جاودانی نیست در این عالم. فمن ثقلت موازینه فهو و فی عیشت راضیه، همون کفه معرفت هست. عیش راضیه، عیش راضیه معرفت، اون شرب مدام. بله. اصلا رضایت با معرفته. بدون معرفت رضایت معنی داره؟ نخیر. می صبوح و شکرخواب صبحدم تا کی؟ بله. با آه نیم شبی کوش و گریه سحری. خب استاد بس به جای زیبایی رسید. آدم دلش نمیاد که از این مشرق می بله که از کلام شما متلعلعه هست چش پوشی کنه. ولی خب وقتی برنامه تمام شد، انشالله ادامه رو در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. بله، توفیل هستی عشقن آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. به بوی زلف و رخت می روند و می آیند، سباب غالی سایی و گل به عشق گری. انشالله ما هم این چنین باشیم. تا دیدار دیگر، به توفیل استاد عزیز، با همه شما بینندگان خوب و مهربان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.